با نام یاد خدا عرض سلام داریم خدمت دوستان عزیز. با فصل نهم مبحث 14 مقررات ملی ساختمون در خدمتون هستیم. بنده آخوندان هستم، کاردان فنی رشته مهندسی تأسیسات. این فصل میخواد به صورت تخصصی تأمین هوای احتراق در سیستم های تأسیساتی رو مورد بررسی قرار بده. برای تشکیلی شعله ما نیاز به 3 ضلع اصلی داشتیم. اول از همه ماده سوختنیمون بود که این ماده سوختنی میتونست مایع باشه، مثل گازوئیل باشه و یا اینکه نفت باشه. دومین مورد بحث جرقه بود که خب جرقه زنهای مختلفی ما داشتیم، جرقه زن برقی داشتیم، جرقه زن دستی داشتیم. و سومین مورد بحث هوای احتراق بود، یعنی یکی از ضلعهای اصلی مثلث احتراق هوای احتراق هستش که اگر این حضور نداشته باشه در محیط اصولا احتراقی صورت نمیگیره. این تأمین هوای احتراق میتونه به دو صورت انجام بشه، یا اینکه مکانیکی باشه و یا اینکه به صورت طبیعی صورت بگیره. اگر سیستممون سیستم کوچیکی بود، مثلا یه موتورخونه ای داشتیم برای 4 واحد مسکونی که خب یه دیگه 8 پره مثلا چدنی داشته باشه با یه مشعل دمنده دار، با یه موتورپمپ خطی، یه دونه منبع دوجه داره و یه منبع انبساط، مثلا برای یه همچین سیستمی ما میتونیم از طریق یه بازشوی طبیعی هوای احتراقش رو تأمین بکنیم. اگر سیستم بزرگ باشه، مثلا یه برج 20 طبقه باشه که خب این برج 20 طبقه یه مشعل خیلی بزرگ داشته باشه، یه دیگه خیلی بزرگ داشته باشه، منبع دوجه دارش بزرگ باشه و یه منبع انبساط بزرگ داشته باشه، برای اینجور موارد قطعا ما نیاز به تأمین هوای احتراق مکانیکی داریم، چون مشعل بزرگ نیاز داره که در آن واحد مقدار زیادی اکسیژن رو ما بهش برسونیم و این تهویه طبیعی پاسخگوی اون مشعل نخواهد بود. در واقع هدف از تأمین هوای احتراق همون تأمین هوای لازم و کافی برای عملکرد صحیح دستگاه، یعنی ما اگه اکسیژن لازم به شعلمون نرسه دیگه اون رنگ آبی رو نخواهد داشت. وقتی مشعلمون بخواد قرمز بسوزه، یعنی رنگ شعله مشعلمون به جای اینکه آبی باشه قرمز باشه، ما با دو تا پدیده روبرو میشیم. اول اینکه محصولات احتراقش خیلی بیشتر میشه، دومین مورد اینکه دیگه اون گرمای لازمه رو به ما نمیده، یعنی ما از این ور فقط داریم هزینه میدیم، گاز مصرف میکنیم ولی اون گرمای لازمه رو هیچ وقت به دست ما نرسونه. و نکته بعدی که باید در رابطه با تأمین هوای احتراق بدونیم اینه که این تأمین هوای احتراق باعث میشه که تخلیه مناسبی از دودکش هم صورت بگیره، یعنی اگر ما هوای احتراق لازمه رو به مشعل نرسونیم، این تخلیه از دودکش و محصولات حاصل از احتراق هم به خوبی صورت نمیگیره. در تأمین هوای احتراق اگر به صورت طبیعی باشه، ما یه دونه دریچه غیر قابل بسته شدنی قرار میدیم که در واقع مستقیما با هوای آزاد در ارتباطه، یعنی دریچه‌مون باید جوری نصب بشه که دقیقاً در محیط مجاورش هوای آزاد حضور داشته باشه، یعنی اینکه ما بخوایم یه دریچه‌ای برای موتورخونه‌مون قرار بدیم که بغل اون یه محیط مجاوری باشه و اون محیط مجاور یه دریچه‌ای داشته باشه که به هوای آزاد در ارتباط باشه، این مناسب نیست، یعنی خود دریچه اصلی باید در کنار هوای آزاد باشه. ساده ترین حالتی که میتونیم براش در نظر بگیریم اینه که دو تا دریچه براش در نظر بگیریم. اول اینکه دریچه اولمون در بالا قرار بگیره و 30 سانتی متر تا سقف فاصله داشته باشه و دریچه دوممون در پایین موتورخونمون واقع بشه و 30 سانتی متر از کف فاصله داشته باشه. برای اینکه این دریچه در اثر عوامل طبیعی بسته نشه و جسم خارجی اون رو نپوشونه، ما باید جوری اون رو نصب کنیم که احیانا اگر برفی اومد یا مثلا سیلابی ایجاد شد یا جسم خارجی اونجا حضور داشت، این دریچه رو نتونه مسدودش بکنه. سطح دریچه نباید کمتر از 75% سطح ناخالص دریچه باشه، یعنی خب شما یه دریچه رو در نظر بگیرید که اطراف چارچوب داره، سطح خالصی که ما داریم از اون هوای آزاد دریافت میکنیم نباید کمتر از 75% سطح کل این دریچه باشه و موقعیتی که این دریچه رو ما باید نصب میکنیم باید جوری باشه که هوای تمیز و خوبی رو وارد موتورخونمون بکنه، یعنی جایی نباشه که بخواد گاز خطرناک واردش بشه، گازهای قابل اشتعال واردش بشه
یا اینکه نزدیک مثلا گاراژ ماشین باشه که بخواد دود ماشین وارد موتورخونه اون بکنه، و همچنین نباید مجاور موتورخونه سیستم تبریدمون باشه، یعنی دریچه‌مون بخواد توی موتورخونه سیستم تبریدمون که چیلرهامون حضور دارن بخواد رو به اونجا باز بشه. ممکنه موتورخونه‌مون جای واقع شده باشه که اصولاً از همه طرف‌ها محصور باشه، از هر چهار طرف چهار تا محیطی باشه که دسترسی به هوای آزاد نداشته باشیم. در چنین مواقعی ما میتونیم چند تا کار بکنیم. اولین مورد اینه که از طریق کانال قائم ما بخوایم این هوای آزاد رو به دست بیاریم، یعنی سقف موتورخونه‌مون رو خب یه دریچه براش ایجاد میکنیم، کانال کشی میکنیم، یه طرف کانالمون مربوط به موتورخونه‌مون بشه و یه طرفش هم مربوط به هوای آزادی باشه که روی سقفمون و روی باممون ما داریم، و از این طریق بخوایم هوای احتراقمون رو تامین بکنیم، و یا اینکه این هوای احتراق رو از کف موتورخونه تامین بکنیم، یعنی یه کف کاذب ایجاد بکنیم و یه کانال کشی رو براش انجام بدیم که این کانال کشی یه طرفش توی موتورخونه باشه و طرف دیگه‌اش مستقیما به هوای آزاد ارتباط داشته باشه. حالا ممکنه سیستممون خیلی بزرگ باشه، ما می‌خوایم این رو به صورت مکانیکی انجام بدیم. سیستم تامین هوای احتراق مکانیکی با فن کار میکنه. این فن و این مشعل باید با همدیگه در ارتباط باشن. یعنی به محض اینکه سیستم تامین هوای احتراقمون خاموش شد، مشعلمون هم باید خاموش بشه. یعنی از نظر برقی ما این دوتا رو باید سری به همدیگه ببندیم. یعنی تا یه دونشون کار نکرد، اون یکی کار نکنه. و این فنی که ما برای موتورخونه‌مون در نظر میگیریم باید فشار مثبتی توی هوای موتورخونه ایجاد بکنه که این محصولات احتراق به خوبی از داخل دودکشمون خارج بشه. اگر این فن بخواد فشار منفی ایجاد بکنه، دودکش دیگه عملکرد خوبی نخواهد داشت و اون محصولات احتراق به داخل فضای موتورخونه‌مون پس میزنه. این نکات کلی بود که در رابطه با تامین هوای احتراق باید خدمت شما عزیزان میگفتیم. حالا میریم سراغ مقرراتی که در رابطه با این نکاتی که من گفتم باید رعایت بکنیم در طراحی و نصب سیستم تامین هوای احتراقمون. اول اینکه طراحی، نصب و بازرسی تأسیسات تامین هوای احتراق باید مطابق بندهایی باشه که توی فصل 9 اومده. تامین هوای لازم برای احتراق انواع دستگاه، حالا این دستگاه میخواد سوخت مایع باشه، مشعل گازوئیلی باشه و یا اینکه مشعل گازی باشه، در تأسیسات گرمایی میخواد باشه، یعنی مثلا ما رادیاتور میخوایم نصب کنیم یا اینکه آب گرم میخوایم تولید کنیم، این آب گرم رو بخوایم بدیم به حواساس که برامون هوای گرم تولید بکنه، یا اینکه تعویض هوا باشه. گفتیم یه سری سیستم تعویض هوا داریم که ما برای تأمین اکسیژنی که توی محیطمون لازم داریم ازشون استفاده میکنیم. این سیستم‌ها یه سنسورایی دارن توی ساختمون‌ها، معمولا توی فضاهای عمومی استفاده میشه، فضاهایی که رفت آمد افراد توی اونها زیاده و اکسیژن محل کم میشه دائما. این سنسور حس میکنه هر وقت غلظت اکسیژن توی اون هوا کمتر از حد شد، به این سیستم فرمان میده که اکسیژن مورد نیاز این محل رو تامین بکنه. و تهویه مطبوع، گفتیم تهویه مطبوع عبارت از اینه که ما دما، رطوبت و تمام مواردی که با آسایش انسان سر و کار داره رو تنظیم بکنیم توی این سیستم. تأمین هوای احتراق برای تمام این سیستم هایی که من خدمتون گفتم باید مطابق این فصل انجام بشه. خب منظور از تأمین هوای احتراق همون تأمین هوای لازم و کافی برای به هر حال دستگاه هایی هست که با سوخت مایع و یا گاز کار میکنن. یه سری از دستگاه هستن که تمام هوای مورد نیاز احتراق رو مستقیما از خارج ساختمون میگیرن و دود حاصل از احتراق رو مستقیما به خارج از ساختمون میفرستن. این جور دستگاه ها خارج از محدوده این فصل هستن. تامین هوای احتراق این نوع دستگاه ها باید طبق دستور کارخونه سازنده انجام بگیره. خوبی این پلاک هایی که روی دستگاه تأسیساتی نصب میکنن همینه، یعنی یه مقدار از بار محاسباتی مهندس تأسیسات رو کم میکنه. مثلا این مشعل رو به ما تحویل میده، میگه این مشعل به خاطر اینکه حد اکثر بازدهی و راندمان رو داشته باشه بعد این مقدار CFM، این مقدار فوت مکعب در دقیقه ما بهش هوا برسونیم. همین عدد باعث میشه که ما خیلی کارمون راحت بشه. یعنی اگه بخوایم براش بازشوی طبیعی در نظر بگیریم، مثلا میگیم اگر پنجرمون یا همین بازشومون رو این ابعاد در این ابعاد بگیریم، کافیه این مقدار CFM هوا رو در دقیقه وارد میکنه. و یا اینکه اگه بخوایم براش فن در نظر بگیریم، مثلا این فن میتونه
در ساعت این مقدار هوا رو وارد محیط موتورخونمون بکنه. بنابراین این فن میتونه جوابگوی این مشعل باشه و اگه این فن رو براش قرار بدیم مشعل اون آبی میسوزه و اون محصولات احتراق به خوبی خارج میشه. بنابراین ما برای تأسیسات تأمین هوای احتراقمون حتما باید به مشخصات فنی دستگاه مراجعه بکنیم. یه سری از دستگاه هستن که به طور کلی خارج از محدوده این فصلن، یعنی با توجه به شرایطی که دارن توی این فصل بهشون پرداخته نمیشه. اولین موردش کوره های کاملا بسته. یه سری کوره هایی هستن که عملیات احتراقشون رو در داخل یه محفظه بسته انجام میدن که تامین هوای احتراقشون حالت های خاصی رو داره که باید توی فرصت مناسب با هم اینها رو بررسی بکنیم، ولی توی این فصل نیستن. نکته و دستگاه پخت و پز، مثلا اجاق‌های خانگی که حالا از طریق هودها به هر حال اون بحث تخلیهشون صورت میگیره و معمولا در ابعاد کوچیک‌تر از طریق همون بازشوهای طبیعی تامین هوای احتراقشون انجام میشه، مگه اینکه یه آشپزخونه خیلی بزرگی رو ما داشته باشیم، دستگاه‌های پخت و پز خیلی بزرگی رو داشته باشیم که بخوایم از سیستم‌های خاصی برای تامین هوای احتراقشون استفاده بکنیم. نکته بعدی که برش می‌رسیم یخچال‌های نفتی و یا گازیه. خیلی خوبه که یک مهندس تأسیسات بدونه این یخچال‌های نفتی و یا گازی چجوری عمل می‌کنن. ببینید هر وقت صحبت از تبرید و یخچال میشه ناخودآگاه ذهن خیلی‌ها میره سمت کمپرسور و انرژی برق و مایع فریون و R11 و R12 و این صحبت‌ها. ولی جالبه بدونید 100 سال پیش که هنوز انرژی برق اونجوری که باید جا نیفتاده بود و هنوز کمپرسور و این مباحث مهندسی اونجوری که الان مطرح است مطرح نبود، جالبه بدونیم که توی 100 سال پیش چجوری این بحث تبرید رو انجام میدادن. ببینید یخچال‌های نفتی برخلاف یخچال‌های برقی و کولرهای گازی که توی فصل قبل من خدمت شما توضیح دادم که کولر گازی چجوری کار میکنه، که بر اساس این کار میکردن که کمپرسور اون گاز فریون رو فشرده میکنه و کمپرس میکنه داخل کندنسور، هیچ قسمت متحرک این یخچال‌ها ندارن و کل انرژی که برای عمل تبرید لازم دارن و مستقیما از یه شعله کوچیک نفت میگیرن. اصلا به خاطر اینکه با نفت کار میکنن بهشون میگن یخچال‌های نفتی. البته این یخچال گازی که اینجا مطرح کرده خدمتون همون ساز و کار رو داره، فقط با این فرق که به جای نفت برای تشکیل اون شعله از گاز استفاده میکنه. اساس کار این یخچال‌ها در واقع بر پایه جذب و دفع آمونیاک در آبه، یعنی کل این کارها رو با همین عمل ساده‌ای که در یه قسمت از یخچال آمونیاک رو دفع میکنه از آب و در قسمت دیگه همون آمونیاک رو جذب میکنه در آب، کل عمل تبرید توسط اون صورت میگیره. با توجه به اینکه هیچ قسمت متحرکی نداره کاملا بدون صدا کار میکنه و حدوداً 100 سالی هست که این یخچال به بازار اومده. البته الان کاربردش خیلی کمتر شده، ولی هنوز در کشور ما در جاهایی که دسترسی ندارن به برق و یا اینکه هنوز تکنولوژی لازمه بهشون نرسیده از این یخچال‌ها استفاده میکنن و خوبیش هم اینه که با مثلا یه مقدار خیلی کمی نفت کار میکنه و راندمان کاریشون هم خیلی بالاست. یعنی شما یه شعله کوچیکی رو تشکیل میدید، دیگه نیاز به برق و این صحبت ها اصلا ندارید، با همون شعله کوچیک عمل تبرید رو برای شما انجام میده. سه عنصر اصلی تو این یخچال ها حضور دارن. اولین عنصرش آمونیاکه. آمونیاک به عنوان مبرد توی این یخچال ها کار میکنه. مورد بعدی آب و مورد بعدی گاز هیدروژنه، که گاز هیدروژن خیلی اساسی حضورش توی این یخچال. اولین مورد اهمیت گاز هیدروژن اینه که فشار لازمه رو برای گاز آمونیاک ایجاد میکنه، یعنی آمونیاک رو توی سیستم به حرکت وامی داره. اگه این گاز حضور نداشت عمل تبرید خیلی دیرتر صورت میگرفت. و نکته بعدی که در رابطه با گاز هیدروژن باید بگیم که مخلوط گاز هیدروژن با آمونیاک باعث میشه که دمای تبخیر آمونیاک به شدت بیاد پایین و همین باعث میشه که عمل تبرید به خوبی صورت بگیره. اما چه اجزای مکانیکی دارن این یخچال ها؟ اولین مورد ژنراتور، مورد بعد جدا کننده، مورد بعد کندنسور، اواپراتور و جذب کننده. ژنراتور همون قسمتیه که شعله کوچیک نفت زیرش قرار داده و گرمای شعله نفت به اون قسمت میرسه. در واقع ژنراتور محل تبدیل محلول آمونیاک مایع به گاز آمونیاک، یعنی آمونیاکی که با آب مخلوطه توسط این شعله کوچیک جدا میشه.
مورد بعد جدا کننده بود که وظیفش اینه که گاز آمونیاک رو از آب جدا کنه. مورد بعد کنانسور هستش که گاز آمونیاک گرم شده و متراکم شده واردش میشه و تبدیل به مایع آمونیاک میشه و دماش میاد پایین و سرد میشه. مورد بعد اواپراتور هستش که آمونیاک مایع از یه طرف واردش میشه، گرما رو جذب میکنه، تبدیل به گاز آمونیاک میشه و به بیرون از اواپراتور هدایت میشه. و مورد آخر هم جذب کننده بود که وظیفش اینه که اون گاز آمونیاک رو جذب کنه و در داخل آب حل بکنه. اما این سیستم که من خدمتتون گفتم چجوری کار میکنه؟ ببینید، آمونیاک در دمای معمولی در آب حل میشه، ولی اگه یه مقدار به مخلوط آمونیاک و آب گرما بدیم، چون آمونیاک خیلی جوشنده تر از آبه، آمونیاک شروع میکنه به جوشیدن و از این مخلوط آب و آمونیاک به صورت بخار آمونیاک جدا میشه. البته یه مقدار از بخار آب رو هم همراه خودش به سمت بالا میبره. اما بعدش اتفاقی میفته، در سر راه این بخار گرم یه جدا کننده قرار داره که این قطرات آبی که همراه با بخار آمونیاک به سمت بالا حرکت کردن رو از این آمونیاک جدا میکنه و گاز آمونیاک به صورت خالص به سمت بالا به مسیر خودش ادامه میده. بعد از اون آمونیاک مایع یه مقدار سردتر میشه، وارد محفظه و لوله های پرداری میشه که درون یخچال قرار داره و در معرض اون گاز هیدروژنی که من اول خدمت شما عرض کردم قرار میگیره و این مخلوط شدن با گاز هیدروژن باعث میشه که دمای تبخیرش به شدت بیاد پایین و به محض اینکه وارد اواپراتورمون میشه شروع به تبخیر میکنه. سپس این مخلوط آمونیاک و هیدروژن به صورت مخلوط گاز سرد وارد جذب کننده میشه. درون جذب کننده مخلوط آمونیاک و هیدروژن با آبی که در مرحله دوم از گاز داغ آمونیاک جدا شده بود تماس پیدا میکنه. اینجا آمونیاک درون آب حل میشه و هیدروژن جدا میشه. هیدروژن برمیگرده به سمت جای خودش و آمونیاک هم همراه با آب مخلوط میشه و به سمت همون قسمت اول یعنی جنراتورمون برمیگرده. یعنی کل عمل تبرید نه نیازی به برق داشت نه نیازی به کمپرسور، فقط و فقط با یه سری قوانینی که در مکانیک سیالات ما داریم تونستیم این تبرید رو انجام بدیم. جالبه بدونید اونایی که با یخچال نفتی کار کردن خیلی از خوب خنک کردن این یخچال صحبت میکنن و باید واقعا تحسین کرد اون مهندسی که این یخچال رو با توجه به این قوانین طراحی کرده. خب اما چرا این هیدروژن باعث میشه که آمونیاک خیلی زود تبخیر بشه؟ همونطور که میدونید اگه ما یه مقدار نمک داخل آب بریزیم، دمای جوشش و دمای تبخیرش خیلی فرق میکنه. آمونیاک هم همین حالت رو داره و اگر یه مقدار هیدروژن رو ما به آمونیاک اضافه بکنیم، باعث میشه که دمای تبخیرش بیاد پایین و همین عمل باعث میشه که توی اواپراتور به سرعت تبخیر پیدا بکنه. این شو توضیحاتی که در رابطه با یخچال‌های نفتی باید می‌دونستیم. مورد بعدی که خارج از این فصله ماشین‌های رخ خشک‌کن گازی هستن. توی خشکشویی‌ها خیلی استفاده میشن. بعد از اینکه لباس‌ها رو ما می‌شوییم، توی این ماشین‌ها ما عمل خشک شدن رو انجام میدیم. نکته‌ای که باید در نظر بگیریم انتخاب محلیه که می‌خوایم ازش به عنوان موتورخونه استفاده بکنیم. هر جایی از ساختمونی که ما می‌خوایم به صورت موتورخونه ازش استفاده بکنیم باید مناسب باشه برای اینکه بتونه هوای احتراقی که ما نیاز داریم رو برای ما تأمین بکنه. خب ممکنه ما دستگاهمون رو توی یه فضایی نصب بکنیم که این کاملا بسته باشه. در چنین مواقعی ما باید یه به هر حال بازشوهایی براش در نظر بگیریم. نصب دستگاهی که با سوخت مایع یا گاز کار میکنه تو فضایی که کاملا بسته است و هیچ گونه پیشبینی برای دریافت هوای احتراق براش در نظر گرفته نشده مجاز نیست، چون اصلا اصولا دستگاه دیگه نمیتونه تو اون شرایط کار بکنه. یه سری منابع هستن که مجاز نیست از اونها ما هوای احتراق رو تامین بکنیم. اولین موردش گازهای خطرناک هستن، گازی که قابلیت انفجار رو داره یا گازی که برای انسان مضره. مثلا شما در نظر بگید یه تکنسیانی وارد محیط موتورخونه بشه، ما هوای احتراقمون رو بخوایم از اون جایی که گاز خطرناک توش هست تامین بکنیم، خب برای این تکنسیان ممکنه که خطر آفرین باشه. یا اینکه فضایی که توی اونجا بخار قابل اشتعال بشه،
یعنی ما مثلا هوای احتراقمون رو از یه محیطی نزدیک به پمپ بنزین بخوایم تامین بکنیم که این بخارات بنزین بخواد وارد محیط موتورخونه‌مون بشه، با توجه به اینکه موتورخونه خب تابلوی برق داره، به هر حال شعله توش تشکیل میشه، ممکنه که باعث انفجار توش بشه، یا اینکه فضاهایی که گرد و غبار و ذرات مواد جامد توی هوای اونها هستش که باعث کثیفی موتورخونه‌مون میشه، باعث میشه که عملکرد دستگاهمون رو مختل بکنه، یا از موتورخونه تبرید ساختمون، یعنی موتورخونه ای که ما توش مجموعه چیلر رو نصب کردیم مجاز نیست که از اونجا بگیریم، یا از اتاق خواب و یا حمام که اتاق خواب با توجه به اینکه یه نفر توی اونجا میخواد استراحت بکنه یا بخوابه، اگه ما بخوایم هوای احتراق رو از اونجا تامین بکنیم ممکنه که اکسیژن مورد نیاز اون اتاق رو بخوایم وارد موتورخونه‌مون بکنیم و دیگه اکسیژنی برای اون اتاق باقی نذاریم که ممکنه برای کسی که اونجا استراحت داره میکنه خطر آفرین باشه. حمام با توجه به اون هوای مرطوبی که داره اصلا مناسب نیست که ما هوای احتراق رو ازش تامین بکنیم. میریم سراغ اختلال در تامین هوای احتراق. ما همه کارهامون رو درست انجام دادیم، ظرفیت دستگاهمون رو در نظر گرفتیم، مشعلمون با توجه به اینکه گاز سوز بود و یا گازوئیل سوز بود رو گفتیم که این مقدار فوت مکعب باید در هر دقیقه بهش هوا برسونیم، همه کارهامون رو درست انجام دادیم و دریچه های هوامون رو تعبیه کردیم. یه نکته ای باید مد نظر داشته باشیم، اختلال در تامین هوای احتراق. ما این کارا رو که درست انجام دادیم باید چند تا نکته رو هم بعدش مد نظر داشته باشیم. اول اینکه تو جایی که ما این دستگاه گاز سوز و یا گازوئیل سوز رو داریم نصب می‌کنیم باید گردش هوای آزاد وجود داشته باشه، یه محیط ایزوله ای نباشه که این گردش هوا توش صورت نگیره. دومین مورد، ما این کارا رو که محاسباتشو انجام دادیم نباید یه دستگاه دیگه رو بیام تو همین موتورخونه نصب بکنیم که جریان هوا رو مختل بکنه، یعنی یه دستگاهی نصب بکنیم که موقع کار کردن فشار مثبت ایجاد بکنه و یا اینکه فشار منفی رو بخواد ایجاد بکنه و باعث اختلال تو اون جریان هوا بشه. یعنی ما از یه طرف مثلا هوای احتراق رو وارد موتورخونه‌مون می‌کنیم، این دستگاه مثلا فشار منفی ایجاد میکنه، همین فشار منفی باعث بشه که این هوای احتراق به خوبی به دستگاه گاز سوزمون و یا گازوئیل سوزمون نرسه. نکته بعد، اگر دستگاه دیگه توی این فضا نصب بشه، طراحی سیستم تامین هوا باید جوری باشه که مکش هوا برای این دستگاه موجب جریان معکوس و یا کمبود مقدار هوا نشه. یعنی مثلا ما یه دستگاه دیگه هم بریم تو موتورخونه نصب بکنیم که هم علاوه بر این که جریان معکوس ایجاد بکنه، خودش هم نیاز به اکسیژن داشته باشه، نیاز به هوا برای کار داشته باشه و دیگه هوایی که مورد نیاز اون دستگاه برای اولی ما طراحی کردیم رو به اون دستگاه اولیه‌مون نرسونه و اون دستگاهی که ما جدیداً نصب می‌کنیم هوای موجود توی فضای موتورخونه رو بسوزونه. نکته بعد، اگر در فضای نصب دستگاه با سوخت مایع و یا گاز مکنده هوایی نصب بکنیم، مثلا یه فنی رو نصب بکنیم که فشار منفی ایجاد بکنه، تخلیه هوای این مکنده نباید در جریان هوای احتراق مخصوص دستگاه اختلالی ایجاد کنه یا جریان هوا را منعکس کند که مشخص هستش. خب گفتیم که اگر موتورخونمون از چهار طرف محصور باشه میتونیم یا از سقف براش هوای احتراق رو تامین بکنیم و یا اینکه از کف. حالا اینجا میخواد نکاتی که در رابطه با کف کاذب هستش رو خدمت شما بگه. اگر بخوایم این هوای احتراق رو از کف ساختمون تامین بکنیم، باید این کف کاذب رو به هوای آزادی که در بیرون جریان داره مستقیما مرتبط بکنیم. جریان هوای آزاد نباید هیچ گونه مانعی سرش قرار بده، یعنی اون کانال کشی که ما انجام میدیم یا اون دریچه هایی که میذاریم. اول اینکه خودمون در وهله اول نباید هیچ مانعی بر سر راه این قرار بدیم و باید در جایی هم این رو نصب بکنیم که امکان این که احیانا این جریان هوا بسته بشه یا مقدارش کم بشه هم وجود نداشته باشه. نکته بعد، دهانه ورود هوا از بیرون به داخل فضا زیر کف کاذب و دهانه ورود هوا از کف کاذب به داخل فضای محل نصب دستگاه باید برابر هم باشه. یعنی ما دو تا دهنه داریم که یه دهنه به هوای بیرون مربوطه، یه دهنه هم به فضایی که دستگاه توی اون نصب شده. این دو تا دهنه از نظر ابعاد باید برابر همدیگه باشن.
یه جوری نباشه که مثلا دهنه ورودی بزرگتر باشه دهنه خروجی کوچیک‌تر باشه. اگر این حالت باشه اون تهویه لازم و تأمین هوای احتراق خوب صورت نمیگیره و دست کم به اندازه مورد نیاز دستگاه باشه. یعنی به پلاک دستگاه مراجعه کردیم، گفته این مقدار ما هوا رو لازم داریم، ما میریم توی محاسباتمون میگیم خب برای این مقدار هوا باید دهنه دستگاهمون این ابعاد در این ابعاد باشه. ما دست کم باید برابر نیاز دستگاه در نظر بگیریم، یعنی بهتره که یه مقدار دهانه رو از نیاز دستگاه بزرگتر در نظر بگیریم که دیگه هیچ مشکلی احیانا توی طول زمان برای هوای احتراقمون ایجاد نشه. سطح مقطع مسیر عبور هوا از فضای زیر کف کازه باید دست کم دو برابر دریچه ورود هوا به داخل اون باشه. یعنی اون کانال کشی که ما برای دستگاه و برای اون هوای احتراق داریم در نظر میگیریم باید ابعادش رو دو برابر بزرگتر از دریچه ورود هوا در نظر بگیریم که اون بحث کوبش هوا توی صورت نگیره و جریان هوا به راحتی با فشار کم بتونه به داخل دستگاه هدایت بشه. ممکنه که ما بخوایم این هوای احتراق رو از فضای زیر شیروانی تامین بکنیم. این فضای زیر شیروانی در صورتی میتونه به کمک ما بیاد که به هوای آزاد بیرون مستقیما مربوط باشه. جریان هوای آزاد بیرون باید بدون هیچ مانعی مسیر فضای داخل زیر شیروانی رو تا دهانه ورود هوا به داخل محل نصب دستگاه طی بکنه. یعنی یه جوری نباشه که به هر حال دو تا فضا ما داشته باشیم، یعنی مثلا ما دهانه ورود هوامون فضای مجاور باشه، از فضای مجاوری که مستقیم به هوای آزاد در ارتباطه ما می‌خوایم این هوا رو تأمین بکنیم. ورود هوا از فضای زیر شیروانی به فضای نصب دستگاه باید توسط یک کانال فلزی قائم صورت بگیره که دهانه بالای آن 15 سانتی متر بالاتر از کف فضای زیر شیروانی و دهانه پایین آن 30 سانتی متر بالاتر از کف فضای محل نصب دستگاه باشه، که خب مشخصه دیگه. یعنی ما دهانه پایینی رو باید 30 سانتی متر بالاتر از کف در نظر بگیریم که اون بحث تهویه به خوبی صورت بگیره. اندازه دهانه ورودی هوا به داخل فضای زیر شیروانی و دهانه کانال انتقال هوا به فضای محل نصب دستگاه باید برای تأمین هوای احتراق مناسب باشه، که گفتیم خدمت شما میریم مراجعه میکنیم به اون کاتالوگ دستگاه، مقدار نیاز اون دستگاه رو میسنجیم و مطابق همون دهانه هوای ورودیمون رو میسازیم و نصب میکنیم. خب میرسیم به تأمین هوا از داخل. نکته اول فضای با درزبندی معمولیه. من لازم میدونم در رابطه با درزبندی که یه مطلب خیلی مهمی در تأسیسات هستش یه توضیحاتی رو خدمت شما بدم. ببینید در واقع نفوذ هوا از بیرون به داخل ساختمون یکی از عمده ترین دلایلیه که باعث کاهش آسایش ساکنینی که تو اون ساختمون زندگی میکنن میشه و ممکنه که همین درزبند نبودن یه محیط 25% مصرف سوخت رو بالا ببره. اما این نفوذ هوا چجوری رخ میده؟ میدونید که هوای گرم به خاطر اینکه حجمش بیشتر شده و وزنش کمتر شده به سمت بالا حرکت میکنه. هوای سرد از لای اون درزهایی که توی ساختمون وجود داره وارد ساختمون میشه و جای اون رو میگیره و همین اتفاق میفته که ما هوایی رو که کلی هزینه کردیم و اون رو گرم کردیم با هوای سردی که بیرونه جایگزین میشه و هوای گرم و بیرون میره و هوای سرد وارد ساختمونمون میشه. ممکنه که نیروی باد هم اثر بذاره. خب اگه یه بادی با یه سرعت زیادی به سمت ساختمون ما بیاد، اگه ساختمون اون درزبندی مناسب نداشته باشه با فشار از لابلای اون درزهای ساختمون وارد ساختمونمون میشه. بخار یا با سوزوندن هوای داخل ساختمون و فرستادن اون از راه دودکش باعث میشن که اون هوای سردی که بیرون ساختمون هست به سمت ساختمون مکیده بشه. یعنی خود بخاری هم باعث ایجاد یه حالت فشار معکوس و فشار منفی در داخل اون محیط میشه و باعث میشه که یه حالت مکش ایجاد بکنه و اون هوای سرد رو به داخل ساختمون ما هدایت بکنه. مورد بعدی که باعث نفوذ هوا از بیرون میشه هواکشای کانال کولره، که میدونید توصیه میکنن توی زمستون‌ها کانال‌های کولر رو با یه پارچه پلاستیک چیز بپوشونیم که هوا به داخل
ساختمونمون نید و این هوای گرمو به راحتی از داخل کانال کولرمون به سمت بیرون نره. یکی دیگه هم دریچه تهویه هوای که گاهی در داخل ساختمون نصب میشه که خب باعث میشه هوای بیرون ساختمون به راحتی وارد ساختمونمون بشه و به هر حال اون آسایش ما رو از بین ببره. اما چه روشی وجود داره که یه تکنسیانی که میاد این درس ها رو پیدا بکنه، محل نفوذ هوا رو پیدا بکنه؟ چون یه مطلب خیلی مهمیه، ما اگر بتونیم این درس ها رو ببندیم خیلی از هزینه گازمون کاهش پیدا میکنه. یعنی مثلا قبلا اگه لازم بود که این رادیاتور رو ما تا آخر شیرش رو باز بکنیم تا هوایی مقدار گرم بشه، اگر این درس های اتاقمون رو ببندیم شاید این شیر رو تا نصفه هم باز بکنیم اون گرمش لازمه رو برای ما داشته باشه و خود همین خیلی تأثیر داره توی بحث مصرف گازی که اون مشعل داره مصرف میکنه. اولین نکته اینه که خیلی از درزا رو ما میتونیم با نگاه کردن پیداشون بکنیم. اگه ما دور تا دور پنجره ها رو نگاه بکنیم خیلی خوب و راحت میتونیم درزا رو پیدا بکنیم و حالا با متریال و مواد درزبند اون درزا رو بپوشونیم. دومین مورد، وقتی که داره باد میاد ما میتونیم قشنگ گوش بکنیم اطراف در و پنجره رو، به هر حال ببینیم از کجا داره صدای باد میاد و همونجا رو میتونیم بپوشونیم و به هر حال اون درزبندی لازمه رو داشته باشیم. و اگه شما برید کنار درها بشینید یا اینکه در کنار پنجره ها باشید و شومینه ها، میتونید حرکت هوا رو حس بکنید و این حرکت هوا نشون دهنده اینه که اون نقاط هستن که داره هوای ساختمون ازشون بیرون میره. یا اینکه یه شمعی رو ما روشن بکنیم و اون رو در محلهای مورد نظرمون قرار بدیم، اگر اون شعله شمع تکون خورد نشون دهنده اینه که اونجا جریان هوا وجود داره و این جریان هوا اون گرمایی که ما برای ساختمونمون تهیه کردیم و داره به سمت بیرون هدایت میکنه. البته این نفوذ هوا همیشه هم بد نیست. ببینید اگه ما بخوایم محیطمون رو کاملا ایزوله بکنیم خیلی مناسب نیستش. شما توی یه ساختمون پخت و پز میکنید، ممکنه کسی سیگار بکشه، به هر حال اکسیژن اون فضا بعد یه مدت کم میشه، تموم میشه، به هر حال ما نفس میکشیم توی اون هوا. برای همین اگه بخوایم 100% ایزوله بکنیم خیلی مناسب نیست، ولی باید حداقل تا 90% محیطمون رو درزبندی بکنیم که این گرمایی که ما تولید کردیم از دست نره. 10-15% هم در نظر میگیریم که تهویه به صورت طبیعی انجام بشه و دیگه اون بحث تامین اکسیژن و تعویض هوا رو ما به صورت طبیعی داشته باشیم. خب فضا با درزبندی معمولی، در ساختمان هایی که درزمندی اونها معمولی هست، یعنی به طور کامل پوچیده نشده و 100% ایزوله نیست، که حجم فضای نصب دستگاه با سوخت مایع یا گاز بیش از 1 متر مکعب برای 177 کیلوکالری در ساعت، یعنی 50 فوت مکعب برای هر 1000 BTU در ساعت باشد، تعویض هوای طبیعی با نفوذ هوا به داخل آن فضا برای تامین هوای احتراق مورد نیاز آن دستگاه کافی است. یعنی اگر حجم دستگاهمون این مقدار باشه، اگر اون تعویض هواش به صورت طبیعی انجام بگیره دیگه کافیه و نیازی نیست که ما تامین هوا رو از طریق دستگاه‌های مکانیکی انجام بدیم. اگر حجم دستگاهی که ما نصب می‌کنیم کمتر از 1 متر مکعب برای هر 177 کیلوکالری در ساعت یا 50 فوت مکعب برای هر 1000 BTU در ساعت باشه، ممکنه هوای احتراق از فضای مجاورش تأمین بشه. یعنی یه فضایی ما داشته باشیم که با هوای بیرون در ارتباط باشه و ما هوای احتراقمون رو بخوام از اون فضا بگیریم. در این صورت مجموع حجم فضای محل نصب دستگاه و دستگاه مجاور باید دست کم 1 متر مکعب برای هر 177 کیلوکالری در ساعت باشه. یعنی به ازای هر 177 کیلوکالری در ساعتی که ما توان داریم باید 1 متر مکعب حجم فضا رو در نظر بگیریم. برای جریان هوا بین محل نصب دستگاه و فضای مجاور دست کم 2 دهانه باز بدون مانع پیش بینی شود که یکیش گفتیم باید بالا قرار بگیره و یکیش هم پایین و هر کدوم 30 سانتی متر باید فاصله داشته باشن. یعنی اونی که در بالا قرار میگیره باید 30 سانتی متر از سقف و اونی که در پایین قرار میگیره باید 30 سانتی متر از کف در نظر گرفته بشه. سطح آزاد هر کدوم از این دهانه‌ها، یعنی چه بالا چه پایین، باید دست کم برابر 1 سانتی متر مربع
برای هر 38 کیلوکالری در ساعت باشه. یعنی دستگاهمون به ازای هر 38 کیلوکالری در ساعتی که داره مصرف میکنه توان داره، باید دهانه‌ای برابر 1 سانتی متر مربع براش در نظر بگیریم. یعنی اگر مثلا 3800 باشه، ما تو همین نسبت قرار میدیم و سطح دهانمون رو به دست میاریم. سطح آزاد هر کدوم از این دهانه ها نباید کمتر از 645 سانتی متر مربع باشن. حداقل عددی که برای اون دهانه در نظر میگیریم، یعنی دستگاهمون دیگه هر چقدرم کوچیک باشه، دو تا دهانه نباید کمتر از این مقدار باشه. یعنی 645 سانتی متر مربع دهانه بالایی و 645 سانتی متر مربع دهانه پایینی. حالا ممکنه که ما یه دستگاهی رو بخوایم توی یه فضایی نصب کنیم که هوا بند باشه، یعنی اونجا کاملا اصولی و مهندسی و به صورت کاملا ایزوله اون فضا در نظر گرفته شده باشه. در صورتی که ساختمون اون یه همچین وضعیتی رو داشته باشه، هوای مورد نیاز فضایی که دستگاه تاسیساتیمون چه با سوخت مایع چه با سوخت گاز رو نصب می‌کنیم، چه حجم این فضا کافی باشه و چه حجم اون ناکافی باشه، باید بیرون از ساختمون تامین بشه، چون اصولا اون تهویه طبیعی رو دیگه ما نمیتونیم داشته باشیم. تمام درزهای دور دریچه ها، درها، همگی کاملا بسته شده و تهویه طبیعی نمیتونه پاسخگوی این دستگاه باشه. برای همین ما باید از بیرون از ساختمونمون توسط فن و دریچه هوای احتراقمون رو تامین بکنیم.